سلطه طالبان و تداوم قاچاق سلاح. رسانه اندپندنت پرژن: حمله موشکی جبهه آزادی افغانستان به طالبان در کاپیسا. در پایان، اوضاع در سر پل هر لحظه در حال بدتر شدن است. طالبان مدعی‌اند که با قاچاق اسلحه و مواد مخدر از افغانستان برخورد جدی می‌کنند. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که یک محموله بزرگ سلاح در گذرگاه تورخم کشف کردند. این محموله سلاح‌های ساخت روسیه و ترکیه در یک کامیون حامل زغالسنگ جاسازی شده بود. طبق گزارش رسانه‌های پاکستانی، این محموله شامل 88 قبض اسلحه و 600 فشنگ بوده است که گمان می‌رود برای برهم زدن نظم و قانون در پاکستان به این کشور قاچاق می‌شد. راننده این کامیون شهروند افغانستان است و تحقیقات بیشتر از او جریان دارد. در دوران حکومت طالبان، صادرات زغالسنگ به پاکستان افزایش یافته است. کشف این معموله به نگرانی از قاچاق اسلحه از طریق این معموله ها به پاکستان دامن زده است. این در حال است که طالبان مدعی‌اند که با قاچاق اسلحه و مواد مخدر از افغانستان برخورد جدی می‌کنند و اجازه فعالیت به قاچاقچیان نمی‌دهند. طالبان برای اثبات این ادعای خود اعلام کردند که چندین معموله اسلحه و مواد مخدر کشف کردند و با بهره‌گیری از حساب‌های توییتری و رسانه‌های تحت کنترل خود تبلیغات وسیع مبنی بر مبارزه خود با قاچاق را انداختند. اما برخلاف ادعای طالبان، قاچاق اسلحه و مواد مخدر از افغانستان ادامه دارد. گفته می شود که برخی از تسلیحات به جا مانده از نیروهای غربی حامی حکومت پیشین افغانستان به کشورهای منطقه قاچاق شده است. رسانه های پاکستانی و هندی به چندین گزارش درباره دستیابی گروه های تروریستی به سلاح های پیشرفته ساخت آمریکا، جمله سلاح های مجهز و دوربین دید در شب دست یافتند. این تجهیزات را نیروهای حکومت پیشین افغانستان استفاده می کردند. بیمیان می رود که با تجهیز شدن تروریست ها در منطقه با تسلیحات پیشرفته آمریکایی، درگیری های خشونت آمیز نیز افزایش یابد. حمله موشکی جبهه آزادی افغانستان به طالبان در کاپیسا. جبهه آزادی ویدئویی از لحظه پرتاب موشک نیز منتشر کرده است. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که به مواضع طالبان در استان کاپیسا با موشک حمله کرده است. در حساب تویتر جبهه آزادی آمده است که به سمت مقر استانداری طالبان در کاپیسا موشک پرتاب کرده است و در این حمله 3 طالب کشته و 4 تن دیگر زخمی شده است. این رسانه ایرانی گزارش می‌دهد. جبهه آزادی ویدئوی از لحظه پرتاب موشک نیز منتشر کرده. طالبان هنوز در مورد این ادعای جبهه آزادی اظهار نظر نکردند. جبهه آزادی در گذشته به حملات چریکی و پرتاب بم علیه طالبان اقدام می‌کردند و به احتمال زیاد این نخستین بار است که حمله موشکی انجام دادند. پیام آزادی در صفحه رسمی تویتر خود گزارش می‌دهد: امروز صبح در ولایت سرپل، قریه سید آباد عربی، از صدها نفر از قوم اسحاق‌زی بالای قریه سید آباد عربی ولایت سرپل به خاطر تصاحب خانه و کاشانه مردم بومی قریه هجوم بردن. درگیری باشندگان سرپل با گروه طالبان برای گرفتن حقشان و در پی غصب زمین و منازل مسکونیشان. طالبان تاکنون در این مورد اظهار نظر نکرده است. پکن در واکنش به اقدام کانادا یک دیپلمات کانادایی را اخراج کرد. سفارت چین در اتاوا: طرف کانادایی تمام عواقب ناشی از این اقدام را باید تحمل کند. چین روز سه شنبه اعلام کرد که یک دیپلمات کانادایی را از این کشور اخراج کرده است. اقدامی که پس از اخراج یک مقام کنسولی چین از کانادا به اتهام تهدید علیه یک قانونگذار کانادایی و خانواده‌اش صورت می‌گیرد و به عنوان یک مقابله بالمثل دیده می‌شود. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وزارت خارجه چین در بیانیه‌ای گفت که پکن یک اقدام متقابل در برابر حرکت بی‌پروایی کانادا انجام می‌دهد. پکن با تصمیم کانادا به شدت مخالفت کرده بود. در این بیانیه آمده است از جنیفر لن لالون، دیپلمات کانادایی در مرکز تجاری شانگهای خواسته شده است تا در 13 می این کشور را ترک کند و چین حق انجام اقدام‌های بیشتر در پاسخ را برای خود حفظ خواهد کرد. سفارت کانادا در پکن در مورد حکم اخراج اظهار نظر فوری نکرد. کانادا روز دوشنبه اعلام کرد که یک دیپلمات چینی را اخراج میکند. دیپلماتی که سرویس اطلاعات امنیتی کانادا ادعا میکند در توطئه برای اعراب یک قانونگذار کانادایی و بستگانش در هانگ کانگ دست داشته است. چین در سال 1997 کنترل هانگ کانگ مستعمره سابق بریتانیان را به دست گرفت و در سالهای اخیر توافقنامه‌ای را که برای حفظ قانون سیاسی و مدنی منحصر به فرد شهروندان هانگ کانگ به مدت 50 سال بود نادیده گرفت و با از بین بردن نهادهای دموکراتیک و مطبوعات آزاد کنترل بیشتر این منطقه را به دست آورده است.
پکن به طور مرتب از تهدید علیه اعضای خانواده ها و ارعاب منتقدان در چین به ویژه کسانی که از گروه های اقلیت هن استفاده می کند. یک مقام ارشد دولت کانادا گفت که ژاووی دیپلمات چینی مستقر در تورنتو 5 روز فرصت دارد تا کشور را ترک کند. هنوز مشخص نیست که آیا ژاووی هنوز در کانادا است یا به چین نقل مکان کرده است. با گزارش ریتاس، ملانی جولی وزیر امور خارجه کانادا در بیانیه گفت کانادا تصمیم گرفته است که ژاووی را از این کشور اخراج کند و افزود به دیپلمات‌ها در کانادا هشدار داده شده است که اگر آنها در این نوع رفتار شرکت کنند به خانه فرستاده خواهند شد. مایکل چونینگ نماینده محافظه‌کار پارلمان کانادا هفته گذشته پس از انتشار یک گزارش در روزنامه گلوب گفت مایل متوجه شد که سرویس اطلاعات امنیتی کانادا در سال 2021 اطلاعات در اختیار داشته مبنی بر این که دولت چین به دنبال راه‌های برای اعراب او و خانواده‌اش در هنگ کنگ بوده است. مایکل چونگ از طرح در مجلس عوام کانادا حمایت کرده بود که رفتار پکن با مسلمانان اویغور در چین را نسل‌کشی می‌داند. حکومت چین به ارتکاب جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی علیه جمعیت اویغور و دیگر گروه‌های قومی عمدتاً مسلمان در سینکیانگ منطقه شمال غربی چین متهم شده است. مایکل چونگ میگوید ژاووی باید سالها پیش اخراج میشد و افزود من امیدوارم که این اقدام نه تنها برای جمهوری خلق چین بلکه برای سایر کشورهای اقتدارگرا که در کانادا نمایندگی دارند روشن کند که مداخله خارجی در خاک کانادا کاملا غیر قابل قبول است. سفارت چین در اتاوا پایتخت کانادا در بیانیه‌ای که در وبسایت خود منتشر کرد گفت که اخراج ژاووی در بر اساس شایعات به اصطلاح مداخله چین است که از طرف برخی سیاستمداران و رسانه‌ها مطرح شده است. در بیانیه سفارت چین در اتاوا آمده است این اقدام به طور جدی قوانین بین‌المللی و روابط دو جانبه را نقض کرده و رابطه چین و کانادا را از بین برده است. در بیانیه آمده است طرف کانادایی تمام عواقب ناشی از این اقدام را باید تحمل کند. پکن در این بیانیه ادعا می‌کند چین هرگز در امور داخلی کشورهای دیگر دخالت نمی‌کند. وانگ ونبین سخنگوی وزارت امور خارجه چین اتهام‌های کانادا را رد کرد و پشت تهدید چین برای اقدام بیشتر علیه کانادا ایستاد. او در واکنش به اخراج دیپلمات چینی به خبرنگاران گفت ما از کانادا می‌خواهیم که فوراً اقدام‌های تحریک‌آمیز غیر منطقی را متوقف کند. او تهدید کرد که اگر کانادا به توصیه‌های پکن گوش ندهد و بی‌پروا عمل کند چین قاطعانه و با قدرت مبارزه خواهد کرد و طرف کانادایی باید تمام عواقب ناشی از این اقدام را تحمل کند. چین در سال‌های اخیر برخی از کارکنان رسانه‌های خارجی را از این کشور اخراج کرده است و رسانه‌های دولتی چین کاملاً تحت کنترل حزب کمونیست‌اند. وزارت خارجه آمریکا گزارش کامل خروج قوه آمریکایی از افغانستان را منتشر نمی‌کند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که تقاضای قانونگذاران آمریکایی مبنی بر نشر گزارش کامل حکومت جو بایدن در مورد روند خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان را برآورده نخواهد کرد. ودان پتل معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده و خبرنگاران گفت جای تاسف است که با وجود دریافت یک گزارش محرم کمیته روابط خارجی مجلس هنوز هم به پیگیری اقدام غیر ضروری و غیر مؤثر ادامه می‌دهد. اما پتل تاکید کرد که وزارت خارجه حاضر است به بررسی‌های نظارتی مناسب پاسخ بدهد. او همچنین گفت که وزارت خارجه ایالات متحده اطلاعاتی را که کنگره آمریکا برای انجام وظیفه‌اش نیاز دارد فراهم خواهد کرد. پیش از این مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ماه گذشته از آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده خواست تا گزارش کامل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را که توهم با حرج مرج بود منتشر کند.